توی قسمت قبل اگر خاطرتون باشه گفتم که وقتی شما با یک پل یک بریج یک دوربین میانه یا یک دک میانه کپچر میکنید فقط کپچر نا میتونید انجام بدید و نتیجهش اینه که براتون یک فایل بلند درست میکنه که مثلا 35 دقیقه 40 دقیقه است حالا به اندازه زمان تیپتون طولانیه و حالا شما باید این فایل رو بنا به صحنه هایی که دوست دارید قسمت به قسمت بکنید به طور مثال من اینجا میخوام از اینجای کلیپ تا اینجا کلیپ یک قسمت باشه از اینجا از اونجا که این پسر با پیران قرمز هست یه قسمت باشه اینجا یه قسمت باشه الی آخر خب این کار رو شما میتونید با یه روشی انجام بدید که اسمش میک ساب کلیپ هست به طور مثال می... میتونم بیام اینجا برای نقطه شروع مثلا اینجا انتخاب کنم این پوینت رو بزنم برم یه مقدار جلوتر و آت پوینت رو بزنم و از اینجا بیام مادیفای میک ساب کلیپ شما بذارم مثلا بوی آن چیر شاید شما بگین چرا اینقدر ساب کلیپ ما درست بکنیم خب ساب کلیپ شروع و پایانش دقیقا همون جاهایی که شما براش تعیین کردید و از طرفی خیلی هم بلند نیست به اندازه که شما براش تعیین کردید اما چه مزیتی داره داشتن ساب کلیپ خب شاید شما بگید که من هر بار که میخوام از این کلیپ یه چیزی رو انتخاب بکنم روش دابل کلیک میکنم میام اینجا یه این پوینت و آن پوینت میدم و میام توی تایم قرارش میدم چه نیازی هست به ساخت تایپ یه همچین چیزی مثل این چیزی که من اینجا درست کردم الان بعضی از عناوین توی فانارکات با کل کلیپ کار دارن توی درس های بعدی اگر شما اسموت کم رو ببینید که در واقع یه فیلتری که لرزش دوربین رو میگیره اسموت کم به این پوینت و آد پوینت شما کاری نداره وقتی میخواد حرکت دوربین رو بسنجه از اول شروع میکنه به آنالیز کردن تا آخر وقتی شما میخواید پیک های صداتون رو جدا بکنید البته راجبه این مطلب بیشتر صحبت میکنیم باز این نرم این دستور هم همین کار رو انجام میده از ابتدا تا انتها رو در نظر میگیره شما فکرش بکنید که هر بار اینها بخوان چهل دقیقه رو آنالیز بکنن برای هر عملیاتی خب شما خیلی وقتتون گرفته میشه درست کردن ساب کلیپ غیر از اینکه مدیریت فایل های شما رو خیلی راحت میکنه شما این امکان رو دارید که خیلی از فیلترهای مثل اسموت کم رو استفاده بکنید بدون اینکه خیلی بخواد وقتتون کشته بشه و زمانتون تلف بشه روشی که شما دید به اسم ساب کلیپ درست کردن ساب کلیپ یا همون من یه بار دیگه اگر انجامش بدم مثلا بیام اینجا این پوینت برم یه خورده جلوتر آت پوینت و بیام مادیفای میک ساب کلیپ مثلا اسم یکی هم بذارم م... سیلویت البته اسپل سیلویت رو دقیقا نمیدونم درست نمشتم یا نه به اسم زده نور ام... یه روش خیلی خیلی راحت تری هم وجود داره ساب کلیپ درست کردم به همین صورت شما میاد روی کلیپ انتخاب میکنید این پوینت آت پوینت رو مادیفای و ساب کلیپ روش دیگه که وجود داره که بسیار راحته و خیلی کار شما رو جلو میندازه استفاده کردن از مارکر هاست من اگر بیام روی بیهیند سینز بگم مثلا من میخوام یه مارکر ایجاد بکنم روی اجازه بدید اول من این پوینت و آوت پوینت هم رو حذف بکنم شما از طریق منوی مارک میتونید این و آوت پوینت بزنید و اگر بخواید میتونید این و آوت پوینتتون رو وردارید حذف کردن این پوینت و آوت پوینت در واقع توسط دقیقا همون دستوره با این اختلاف که شما میتونید alt رو نگه دارید alt i این پوینتتون رو برمیداره و alt o alt پوینتتون رو alt x هم هر جفتش رو من اینجا الان حس می که از ابتدای کلیپ تا اینجا میخواد یه دونه کلیپ میخواد یه دونه ساکلیپ باشه اینجا یه مارکر میزنم با مارکرها نمیدونم چقدر آشنا هستید مارکرها در واقع یه لحظاتی هستن که شما تعیین میکنید که بعدن بخواید یه چیزهایی رو باش سینک بکنید یه چیزهایی رو یادتون بیاره حالا یه هر چیزی من میام توی مارکر اد یا از کلید تیلدا روی کیبورد استفاده میکنم کلیدی که کنار معمولا توی کیبورد های اپلی کنار کلید یک هست بالای تب این یه آی با کلاس. در واقع عین کلاه آی با کلاست توی جای دومی دو که حس میکنم میخوام این پوینت رو به آت پوینتم رو بزنم یه مارکر دیگه میذارم میبینم فوتیج رم در واقع تصاویرم رو مثلا تا اینجا میخوام یه کلیپ دیگه باشه از اینجا تا اینجا مثلا یه دونه دیگه باشه از اینجا تا اینجا یه دونه دیگه و حالا الاخر من همینطوری ادامه میدم تا آخر برای این کار هم شاید راحت تر باشه شما این تصویر رو به بزرگترین حالت ممکن تبدیل بکنید و خب با تصویر بزرگتری ببینید و هر جا که خواستید دکمه تیلدار بزنید خب شاید سوال برای شما پیش اومده باشه که چه فایده ای داره زدن این مارکرها چه دلیلی داره که ما این همه مارکر بزنیم دلیل بسیار جالبی داره که اینجا با هم میبینیم شما اگر این مارکر هایی رو که اینجا وجود داره ببینید دقیقا به اسم همون مارکر هایی هستن که روی کلیپتون قرار دادید مثلا این مارکر اسمش مارکر دو من فقط محض اینکه شما راحت تر بتونید پیداش بکنید اسمش رو هم عوض میکنم اسم مارکر های از طریق منوی مارک مارکرز ادیت میتونید عوض بکنید اسمش رو میذارم مثلا کاته آم... کات دو همونطور که شما میدید اینجا عوض میشه و کات دو اگر من اینجا یه ای فولدر درست بکنم یا حتی فولدر هم درست نکنم ولی خب من چون میخوام کارم سازماندهی بهتری داشته باشه فولدر درست میکنم و اسمش رو بذارم مثلا backstage اگر این مارکر ها رو من کلیک بکنم و درگ بکنم توی backstage اتفاق فوق العاده جالبی میفته بین هر کدوم از این مارکر ها رو برای من یک دونه ساب کلیپ درست میکنه شما الان اینجا کات رو ببینید یه ساب کلیپه ساب کلیپ ها اگر دقت کرده باشید فرمشون به این شکله نشون میده که یه برشی از یک کلیپ هستند نه یه کلیپ کامل این یه کلیپ کامله و این یه ساب کلیپه همینطور بین مارکر یک تا کات دو بین کات دو تا مارکر سه بین مارکر سه تا چهار چهار تا پنج پنج تا شیش و همینطور الاخر این کار و این روش میزان زمانی که میتونه از شما صرف جویی بکنه فوقلاده زیاده شاید الان وقتی من دارم این توضیح رو برای شما میدم خیلی به چشمتون نیاد اما بهتون قول میدم موقعی که شما خواستید کار بکنید کپچر نام انجام داده بودید و دیدید که یک فایل یک ساعته دارید که مثلا از توش هفتش تا قسمت پنگ رو میخواین و هر بار مجبورین بهش مراجعه کنین با این عنوان مارکر ها چقدر راحت‌تر میشه کارتون و چقدر سریع‌تر میتونید کارتون رو انجام بدید. خب امیدوارم از این قسمت هم خوشتون اومده باشه.